میکنم احسان اکبری اینجا در استودیو با ما همراه شده تا از او بشنویم که احسان دقیقا ماجرا چیه ببین نیوشا هر دو, دو خبر اشتباه بود از اصل باشگاه پرسپولیس و استقلال تمام این جز باشگاه ایران حساب میشن تمام باشگاه های ایران باشگاه حرفه ایران که در لیگ برتر هستند و تمام باشگاهی که در لیگ های برتر آسیا حضور دارن باید هر سال تا 31 اکتبر مدارکی رو در سایت ای, سی ای, ای, سی ای سایتی که حالا بهشون معرفی میکنن اونجا باید بارگذاری کنن به قول معروف و بتونن اثبات کنن که ما یک اصولی رو بر مبنای AFC داریم رعایت میکنیم بر مبنای قوانین AFC داریم رعایت میکنیم که بر طبق اون ما باشگاه حرفه ای هستیم و میتونیم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ای اف سی رقابت های مد نظر AFC شرکت بکنیم زیر نظر AFC شرکت کنیم این چیزی که الان من دارم حالا اگه بتونیم نشون بدیم موقع آره مقرراتیه که AFC میخواد تو سایت AFC هست میتونن همه برن دانلود کنن بارگذاری شده اونجا 72 صفحه است بر طبق اون باشگاه‌های ایرانی و حالا باشگاه‌های آسیایی میتونن نشون بده یه چراغ راهیه این صنعت که نشون میده چه کاری رو باید انجام بدن ما حالا یه مرور خیلی کوچیکی داشتیم امروز با همکارم هم داشت بخش ورزشیش نگاه می‌کردیم تقریبا میتونم بگم که هفتاد درصد این رو باشگاه‌های ما ندارن مثلا نوشته که تیم‌ها باید تیم زنان داشته باشن پرسپولیس و استقلال ندارن نوشته که باید آموزش بدن تیم ها بازیکنان و حالا عواملشون رو مبنی بر برابری خب تو ایران میدونیم که این همچین چیزی نیست اصلا برابری وجود نداره تو فوتبال ما هم از نظر حالا تبعیض نژادی هست هم, اینکه نسبت به زنان ما الان زنان نمیتونن راحت برن ورزشگاه و حضور پیدا بکنن تو استادیوم ها خب اینا نشون میده که حتی چیز اولیش ما نداریم یعنی اون اصول اولی رو نداریم علاوه بر این یه مشکل اصلی جای شروع میشه که ببین از نظر اقتصادی باشگاه پرسپولیس و استقلال باید درآمدزا باشن و درآمدشون رو بتونن هر ساله ارائه بدن بگن ما اینقدر درآمد داریم انقدر مخارج داریم این اصلا نداریم الان باشگاه پرسپولیس یک ماه گذشته از شروع لیگ برتر یک ماه دارن فعالیت میکنه هنوز نتونسته حقوق اولیه باشگاه پیش پرداخت به بازیکنش پرداخت بکنه هنوز مشخص نیست بودجش برای فصل آینده چقدر تازه دارن درخواست میدن که بیان کارگزار بگیرن و مشخص بشه یعنی هیچ من میتونم بگم هیچ جوری ما اصول رو نداریم یه نکته مهمی هم که الان ای روش دست گذاشته و ما میدونیم که سالها بوده درگیرش بودیم اینکه مال مالکیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بر عهده وزارت ورزشه این اصلا هیچ جای دنیا همچین چیزی ما نداریم باشگاه حرفه هم نباید باشه الان باید اون تکلیف اون مالکیت مشخص بشه پرسپولیس و استقلال باید از زیر نظر دولت بیان بیرون به عنوان باشگاهی مستقل کار بکنن سال گذشته وزارت ورزش قول داده بود به به هم به فدراسیون فوتبال ایران هم به کنفدراسیون فوتبال آسیا که این مشکل برطرف میشه باشگاه پرسپولیس و استقلال خصوصی سازی میشن به عنوان باشگاه خصوصی میتونن حالا هیئت مدیره داشته باشن مدیر عامل داشته باشن و غیره یک سال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاده ما قبلا مدارک جعلی ارائه داده بودیم به ایفسی و 120 هزار دلار مارچ پارسال جریمه شد ایران فدراسیون فوتبال 120 هزار دلار باید جریمه پرداخت کنن بخاطر اینکه مدارک جعلی داده بودن الان هم باز هم فکر می‌کنم طبق همون موضوع تحت فشار وزارت ورزش مجبور شدن که خدامنشانه یه سری مدارک ارائه بدن بعدن سه ماه فرصت دارن اصلاحش کنن که فکر می‌کنم باز هم به مشکل میخورم. ممنونم کن. از تو. میدونم که تیم ورزش ایران اینترنشنال داره کار مفصلی روی این انجام میده و با رو میتونن علاقمندان به فوتبال برداشت و ورزش فرداش برنامه مفصل با جزئیات ما بررسی میکنیم با چند تا وکیل حقوقی داریم صحبت میکنیم فرداش مفصل تو برنامه هاتریک به این موضوع میپردازیم. ممنونم از تو همکاری شما اکبری از تیم ورزش ایران اینترنشنال. اینجا با ما